آقای هومن نوروزی متهمه که بچه های بی سرپرست یا بد سرپرست رو برای گدایی سازماندهی میکرده و حالا هم به اتهام استفاده از اطفال صغیر و غیر رشید برای مشتری گیری و تشکیل و مدیریت گروه تکدیگری بازداشت شده. جلسه تفهیم اتهام و رسیدگی به جرایم هومن نوروزی تشکیل شده تا تکلیف اموالی که از این راه به دست آورده مشخص بشه. هومن نوروزی هیچ کدام از اتهاما رو قبول نداره. پاس کن آقا دستشون. سپاسگزارم جناب قاضی. ممنون. خب آقای هومن نوروزی. بله جناب قاضی. میدونی که برای چی اینجایی؟ نه متاسفانه. ولی خدا رو شاکرم که شما اینجا تشریف دارین. چرا؟ تا ایشالا به زودی بی گناهی بنده ثابت بشه. چطور؟ چه فرقی میکنه من باشم یا هر شخص دیگه ای؟ من احساس میکنم توی صورتتون یک نورانیت خاصی هست که آرزوی هر بی گناهیه. نه این نور مال چراغ بالا سر منه. باز چرا صورت ایشون نیست جناب قاضی؟ خب ایشون بخاطر که جای من نشسته بیاد بشینه اینجا تو صورت ایشون هم نور میاد. حالا من فکر میکنم شما نورانی هستید و انشاءالله به زودی بیگناهی هر شخصی که روی این صندلی بشینه قاضی باشه باید طبق این قانون قضاوت بکنه. ما ها ابزاریم. من در خدمتتون هستم جناب قاضی. خب میدونی جرم چیه؟ شما اولا من بهت بگم من مدعی العمومم الان روبروی شما ایستادم. شما شاکی خصوصی ندارید. یعنی جرم جنبه عمومی داره. متوجه هستی؟ کدوم جرم؟ الان بهت میگم شما متهمی به این که یه سری اطفال صغیر کودکان غیر رشید یعنی بچه های کم سن و سال رو ترغیب میکنی به تکدیگری اینا رو جان؟ آموزش میدی برای اینکه تکدیگری بکنن. اصلا چیزایی که میگی من اصلا روح هم اطلاع نداره آقای قاضی. یعنی چی آخه؟ منو آوردید اینجا دارید برای من میبرید میدوزید. من نشسته بودم خونه داشتم با خدای خودم راز و نیاز میکردم. یه دفعه زنگ در خونه من خورده شد دیدم برادران نیرو انتظامی منو کتبسته بردن پاسگاه. از اونجا هم که مستقیم آوردن خدمتشون نبوده. چرا به خدا همینجوری بوده؟ نه خیلی وقت دنبال تیم. دنبال من؟ خودت خبر نداری. آخه چرا دنبال من جناب قاضی؟ شما که شماره منو داشتید تماس میگرفتین بنده خودم خدمتتون میرسیدم. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. الانم که اومدی قدمت روی چشم ماست. چشتون سلامت. پر نور ان شاء الله. احسنت بهت. خب تعریف کن ببینیم چیکار می‌کنی با این بچه‌ها؟ چجوری آموزششون میدی؟ آموزش بازیگری آقای قاضی. یعنی چی؟ یعنی من شغلم هنریه. من بیزینس آرت میکنم. توضیح بده ما ببینیم چیه. یعنی تجارت به وسیله هنر جناب قاضی. آه بعد به چه شکل؟ ببینید من بازیگرا رو آموزش میدم مرحله به مرحله و از همین بازیگرا نوید محمدزاده، پوتن شکیبا و امثالهم میاد بیرون. شما فیلم خورشید استاد مجید مجیدی رو دیدین؟ بله. همه اون بازیگرها یه مدتی شاگرد من بودن. البته اگه بیان اینجا زیرش نزنن میتونن شهادت بدن به همین مورد. پس شما خودتون دیدین آقای مجید مجیدی رو؟ نه متاسفانه جفتمون افتخار اینو نداشتیم که یک دیداری با هم دیگه تازه کنیم. هم ایشون هم شما؟ هم ایشون هم من. چون ایشون توی حوزه سینما کار میکنه من توی حوزه تئاتر کار میکنم و خب دو تا دنیای متفاوت. میدونی چی میگم؟ خب بعد به این بچه‌ها چی یاد میدی که برن جلوی در مغازه‌ها، فروشگاه‌ها تکدیگری کنن، مشتریگیری کنن، درسته؟ اینو به شما آموزش میدی؟ آقا نزنید، من میگم شغل من هنریه، هنرمند هستم بنده. یعنی چی کار میکنی؟ من یعنی... یعنی براتون توضیح دادم، دوباره توضیح بدم؟ آقای نوروزی، ما الان اینجا یه سری شواهد و مدارک داریم مبنی بر این که شما این بچه های کوچولو رو آموزش میدی برای مشتریگیری. چی گیری؟ مشتریگیری. یعنی چی مشتریگیری؟ آه، بذار به توضیح بدم. ببین. نه توضیح ندید، اول بگید این یه جرم هست یا نیست. جرمه آقای قاضی، شما اومدید برای من ببرید و بدوزینا. به خدا من نمیدونم این چیزایی که میگین. خب، چیه اگر آقا. ببین من الان اومدم اینجا بشینم اول تفهیم اتهام بکنم شما رو، بعد اگر جرمی مرتکب شده باشی که قطعا شدی بعد حکم راجبت صادر بکنم. متوجهی؟ مشتری گیریم یعنی این که شما این بچه ها را آموزش دادیم میرن جلو در مغازه ها، فروشگاه ها، جلو مردمون میگیرن، ازشون خواهش میکنن، مجابشون میکنن براشون مواد غذایی، مواد شوینده.
من بخرم. از این بچه ها دارم وسط آقای قاضی. صحبت من حرف نزن. من آقای... حساسم به این قضیه. میشه لطفاً حساس میبرن. نباشید چون من یه بیگناه داره پای این ترازو میره آقای قاضی. بعد بفرستی بالای اون ترازو. مواد غذایی رو به نصف قیمت به صاحب مغازه میفروشن. پولش هم دو دستی میبرن تقدیم کی میکنن؟ استاد بازیگر. آقای قاضی این چیزا از کجا دارین؟ از کجا دارین این حرفا رو میارین؟ من دشمن دارم، یا دشمن دارم یا یه شخصی شبیه اسم منه. حالت خوبه؟ عالی عالی، ولی اگر شما حال منو بد نکنید. آقای بلاجی، چون چهرهشون خیلی برای بازیگر خوبه جناب قاضی. ایشون مستقیم از بازداشتگاه اومده اینجا؟ بلاجی ببرش اگه میخوای. بله جناب قاضی، واقعا چهرهش بی‌نظیره. واقعا شما هم اینطور. ببرش. بعد که از زندان اومدی بیرون بگم حالا آقای قاضی زندان چی چرا دلک برای من جرم درست میکنی؟ ببین الان چند وقته داری خدمت میکنی؟ خیلی دو ساله. چند وقته خدمتت مونده؟ هایمو مدت دوران خدمت مقدس سربازی چقدره؟ 24 ماه. یه کاری کردی ها؟ چیکار کردی؟ ایشونو ببر. اینو نمیبرم، ولی من چهره یه شخصو میبینم، بازیگر رو میشناسم جناب آقای قاضی. خب ولی ایشون به درد بازیگری میخوره. اگر بتونی اون یک ماه رو بهش تخفیف بدین ان شاء الله. احسنت به. برو کن. ببین اومد. به من بگو که این اموالو از کجا آوردی؟ من مال و اموالی ندارم. این دندون من از حرم نشم. اگه مال و اموال داشتم کامپوزیتور خودم می‌زدم. جناب قاضی، ماشین شاسی بلند سفید مال کیه؟ از همون اول اینا رو ذکر بفرمایید که سوء تفاهمات رو بنده برطرف کنم. در رفع کردن هر سوء تفاهمی من استادم، عین بازیگری. اون ماشین مال بنده نیست، مال پسرخاله بنده هستش. نه دیگه، ببین آقای نوروزی، من همیشه به متهم میگم بابا من میخوام کمکت کنم، نمیشه. نظر لطف شماست. همه شواهد و مدارک بر علیه توه بابا جان. گزارش اورژانس اجتماعی اینجا هست، تحقیقات محلی مرجع قضایی هست، حسابرسی بانکیت اینجا هست. آقای قاضی، حسابرسی تمام حسابای بانکیت رو بررسی کردیم. آقای قاضی، شما اون ماشین شاسی بلند سفیدو به نام پسرخالت کردی، ولی پولش از کجا پرداخت شده؟ از حساب بانکیت. یه نکته بگم، بعد نکته بعدی میشه دو نکته. نکته اول اینکه شما دیشب یه لیوان آب خوردی، منو توش دیدی. نکته دوم، از اونجایی که بنده معتمد فک و فامیل هستم، مشکلی دارن نمیتونن پولی چیزی رو جابجا کنن، از حساب بنده استفاده میکنن، بعد من دارم کمک میکنم و یه عده هم نو حالا فامیل هم باشه دیگه نزدیکتر. اون ماشین مال من نیست، پسرخاله من هست، میتونه بیاد شهادت بده آقای قاضی. یه ملک توی سرای آذری به نام شماست، اینا کجا آوردی خریدی آقای قاضی؟ اون ملک خدا رحمت کنه رفتگان شما رو، یاد پدر مرحومم افتادم. مال پدر مرحوم بنده بود که ارث رسید، ولی خب من هیچ وقت توی اون خونه سکونت نکرده و نمیکنم. خونه ای که الان داری توش زندگی میکنی چی؟ من خونه ندارم. الان کجا داری زندگی میکنی؟ من توی خونه زندگی میکنم، ولی مال من نیست. 150 متر آپارتمان تو خیابون نیاوران توی یه برج. آقای منبع درآمدت چیه به من بگو. آقای قاضی، من هنرمند هستم. از این بچه‌ها پول میگیری بهشون آموزش میدی؟ آقای قاضی، من به این بچه‌ها پول میدم بهشون آموزش. پس پول از کجا میاری؟ درآمد پول آنچنانی که بهشون نمیدم، از طریق همین اجراهای خیابانی، اجرای تئاتر بینوایان، اجرای تئاتر الیور تویست، اجرای تئاتر ایکس، اجرای من از اینا پول در میارم، به اینا تزریق میکنم، یه کوچولوش هم. خودت هم نقش فاگینو بازی میکنی ها؟ مرحوم ویکتور هوگو اگر میدونست شما این حرفو راجبش زدید، هیچ وقت بینوایان رو نمینوشت. هیچ وقت جناب قاضی. یه جایی من کجا؟ کتاب خیلی دوست دارم. یه جایی نوشته بود که باشد که صحنه همچون تناب بند بازان، جرأت راه رفتن بر روی خود را به افراد نالایق ندهد. بله جناب قاضی، این جمله خیلی معروفه. مثل شمشیر میمونه، دو تا لبه داره. بعد یه لبش میتونه بشه جواد عزتی، میتونه بشه شهاب حسینی، میرن برای مردم افتخار میارن، سربلندی میارن، یکی هم میشی تو. بچهای مردمو میبرید بهشون آموزش دارم صحبت شما میکنم. اومدید اینجا منو محاکمه کنید یا به من توهین کنید؟ الان دارم من پای تک تک محاکمه ها هستم. شما میتونید هر بهتونی رو بخواید به من بزنید، ولی براش مدرک داشته باشین. داره به شخصیتم جلو این همه جمعیت توهین میکنه. آقا شما خودت این کاره، یه آدمو میبینی میفهمی طرف چند مرده علاجه، طرف این کاره است یا نیست. یه نگاه به قیافه من بندازی، یه نگاه به من بندازی، کجای من به سر دسته گداها میخوره؟ کجای من؟
بچه‌های طفلای صغیر مردم رو برمی‌داری می‌بری، مسیر زندگی اینا رو عوض می‌کنی، بهشون آموزش گدایی میدی. متوجهی؟ چی کار داری میکنی؟ داری سوء استفاده میکنی از چیزی که تازه بلد نیستی. من واقعا داره به شخصیتم بر میخوره جناب غازی. اگر شواهدی دارید، مدارکی دارید، طبق سند بیارید جلو من ببینم. این اون سند رو جان من اگر ببینم چیزی وجود داره روی چشام قبول میکنم، حبسش هم میکشم. خیلی خوب ببین بابا جان، الان گزارش اورژانس اجتماعی نه ببین شیطون نشو، نذار من یه جور دیگه ای باهات حرف بزنم. آقای قاضی شما هر جور خواستین با من حرف زدین، هر جور که خواستین توهین کردید. کاش خدای پدر بیامرزم بودش اینجا، نمیذاش من بالای اون ترازو برم. ولی شما دارید میبرید به زور، شما دارید میبرید. این جایگاه حرمت داره نداره جناب قاضی؟ داره یا نداره جناب قاضی؟ مدرکی جلوی من نذاشتین، تند به تند دارید اتهام وارد میکنید. من دارم هی از در مسالمه، مصالحت، هر چیزی که اسم ادبیاتیش اسمشه نمیدونم واقعا، وارد میشم. شما هی از در گدایی. من خیلی عذر میخوام به جای جناب قاضی از شما. آقای قاضی یه ذره حرمت منم نگه داریم. خیلی خوب آقای نوروزی عزیز، جان دل، برادر جان، یکی از فروشنده های داری سوال میکنی، میدونی که چجوری گرفتیمت؟ بگم بهت؟ بذار بدونی، آگاه باشی. یکی از فروشنده های همون فروشگاهایی که شما هر روز صبح اول وقت این بچه های بنده خدا رو سوار ماشینت میکنی، میبری جلوی در مغازش، ازشون میخوای که تکدیگری بکنن، ازشون میخوای که مشتریگیری بکنن، با اورژانس اجتماعی تماس گرفته، یه نفرم نبوده، چند تا کاسب بودن، زنگ زدن، گزارش دادن، بعد من دستور دستگیری تو صادر کردم. متوجهی؟ روح من شناسایید کرده. من مطمئنم شما دارید در مورد شخص صالح صحبت میکنید. صبح به صبح با اون ماشین سفید قشنگت این بچه ها رو سوار میکنی، میبری جلو در مغازه ها پخششون میکنی، شب هم میری برشون. آقا من شاید رسونده باشمشون تا جایی، هنرجوها من شاید برده باشم تا جایی، شاید غذا براشون برده باشم، شاید زیر مجموعه من باشن که من بهشون کمک کنم تحت پوشش بنده. ولی چیزی که دارید میگید عملا داره با منطق من، با منطق هیچ کسی جور در نمیاد. میاد؟ نمیاد. ماشاءالله به جونت مامان جون. نمیاد والله به خدا. آقای قاضی یه سر کوتاه بیاین. اون ترازو خیلی سنگین میشه. برو بچه رو بردی بیا. بلاش. کدوم بچه جناب قاضی؟ الان میگه. کدوم بچه؟ جناب آقای قاضی من اول از دست خودم شکایت دارم. چرا بابا؟ به خاطر اعتمادی که داشتم زهر چک رو درست رعایت نکردم. ولی خب الان چیکار میشه که سند به اسم منه؟ ایشون ادعا میکنه که لابلای اوراق مبایعه‌نامه شما روی یه کاغذ سفید ازش امضا گرفتی. فارغ از اون من دوتا شاهد با خودم آوردم، اونجا بودن دیدن. دبه کردن و دنبال فسخنی. من دبه کردم؟ دبه کردیم من دیگه. من که تمام زندگیمو در اختیار تو گذاشتم. خب به من داری منو ماشینمو همینطوری در اختیار تو نگذاشتم. خب گفتی تخفیف بابت ملک 50 میلیون به تو ندادم. الان موضوع ما فسخ نیست. من قضیه ولی شما حتما بیاید سمت سینما. چهرهتون واقعا بی‌نظیره. بی‌نظیر. من کسی رو می‌بینم از دور میتونم متوجه بشم طرف بازیگر هست یا نه. شما همینطور. این شخص رو ببینید چه جور به من خیره شده. بهرام افشاری. کی بود اسمش؟ افتاد. اسمش یادم نیست. داریوش ارجمند. ثریا قاسمی، سید علی صالحی. می‌بینید همه اینا؟ سلام. شاهد از غیب میرسه اینه ها. آقای قاضی بفرمایید. هر چیزی که آقای قاضی می‌خوان بهشون بگو. همونجون باشه. بهشون بگو که ما تمرین میکردیم، بهشون بگو که ما هر کاری کردیم کار هنری بوده، بهشون بگو که ما تمرین زیاد میکردیم. خب. بگو چقدر بهتون کمک کردم. همش رو بگو جناب قاضی. جان دل به اینا آموزش بازیگری میدیم؟ بله بله. که برن تکدیگری کنن ها؟ آقای قاضی بچه هست توی دادگاه بعد آموزی داره. خواهش میکنم اگر قرار اینا رو تکرار کنید من از همینجا عقب گرد. بعد چجوری تشخیص میده که اینو بازیگر میشن نمیشن؟ به من بگو. بعد مجوزم داری از وزارت ارشاد برای
از اونجایی که گرفتن مجوزی کار بسیار پروسه بر و اداری هستش، پروسش طولانیه، من نمیتونم واقعا برم دنبال اون کار، وقتم اتلاف میشه. به همین خاطر تصمیم گرفتم به این بچه‌ها کمک کنم و فارغ از هر گونه اسم و رسم و سند و مزند و چه میدونم گواهی فعالیت، آموزشام شروع کنم. خیلی خوب، میای بالا پیش من؟ آقای قاضی، این اینجا براش مناسب نیست. من بغلت کنم یا خودت میتونی؟ نه خودم میرم. پس ورزشکارم هستی؟ بله تقریبا. چرا تقریبا؟ من این چیزی که من نگاه میکنم شما تحقیقا ورزشکاری. آقای قاضی، خب اسمت چیه؟ آقای قاضی، صحبت نکن. جای این بچه توی دادگاه نیست. صحبت نکن. آقا به من حبس بده ولی جای این بچه توی این دادگاه نیست. من برای اینا خونم هم میدم، رگ میدم. آقای قاضی خواهش میکنم، من به اینا عمرمو گذاشتم، براشون فرهنگ بهشون تزریق خب. کردم. گفتی اسمت چیه؟ حامد باقری. حامد باقری عزیزم. قربونت برم پسر جون. حامد. عزیزم پسرم. آقای قاضی خب دارید ازش سوء استفاده میکنید توی دادگاه. آقا یه لحظه وایسا، داره شما یه چیزی بگو. بچه، این بچه مهمه، این بچه سرمایه این کشوره. نکن دست منو ول کن. ببرش. آقای قاضی خب داریش. ببرش. آقای قاضی چرا؟ آقا ول کن دست. آقای قاضی این بچه گناه داره. به ما نکنید این کارو با این بچه. این بچه گناه داره. من میگم هر چیزی که هست نباید بچه‌ها به بچه‌ها به فرهنگشون آسیب بریزه. آقا لباسم پاره شد. خب خوبی؟ بله. ببخشید همچی اتفاقایی میفته؟ نه دادگاه دیگه. احسنت بابا، احسنت. تو بچه کجایی حامد؟ من شیراز هستم. شیراز؟ بله. باری کلا. بعد پدر مادرت کجان؟ پدر مادر ندارم. خب به من بگو که چجوری اومدی تهران؟ قبل از اینکه مامانم فوت کنه اومدیم تهران، بعد مادرم فوت کرد. چرا مادر فوت کرد حامد؟ تصادف. بعد تو الان با کی زندگی میکنی؟ با استاد و نزدیک 20 نفر آدم بچه سن. بعد اونجا چی کار میکنی؟ اونجا بازیگری انجام میدیم. بعد ما میریم جلو دم سوپرمارکت ها نقش بچه های گرسنه رو بازی میکنیم، مردم دلشون میسوزه برامون چیز میز بخرن، یه دقیقه نقشش رو برات انجام کنم. آره حتما نگاه میکنم. عمو تو را خدا یه دونه برای من مکارنه بگید. تو را خدا مامانم و خوهرم گوشنه. تو را خدا عمو. خب بس گریه نکن. خیلی خوب. بعد برات میخرن؟ بله. خب بعد چیکار میکنی؟ مثلا اگه یه ماکارونی برات بخره تو چیکار میکنی با اون ماکارونی؟ من به همون مغازه دارم میدن، نصف پولشو کم میکنن، بقیهش هم از اون میخرن. خب پولش چیکار میکنی؟ پولش هم به استاد میدیم. استاد میگه در آینده براتون یه خونه گنده میخرن. تو چه چشمای قشنگی داری؟ ممنونم نظر لطفت. خیلی هم استعداد داری ها. مرسی. جدی میگم. حامد ابرو چی شده؟ ابرو ما همون نزدیک 20 نفر که گفتم ما هر روز با هم دعوام میشه. بعد یکیشون گرفت من نظر ابروم هم این شد. ای جان. میشه من دستتو ببوسم؟ عیب نداره؟ من اگه یه جای خوب بفرستمت میری؟ کجا مثلا؟ خوب دیگه، به من اعتماد کن. خب بگو کجا سوال شما؟ به من اعتماد کن. جای خوب دیگه، حرف من رو قبول نداری؟ خونه بزرگ داره توش؟ خیلی. واقعا یعنی به آرزو میرسن؟ قبول؟ حتما؟ قبول. ولی دیگه این کارو نکن. چشم. این اسمش بازیگری نیست حامد، این اسمش تکه. میدونی تکه‌دیگری یعنی چی؟ یعنی گدایی. آفرین که بلدی، باریکلا. احسنت به تو بابا جان، باریکلا که میدونی. این اسمش گداییه،
نظر ازت سوء استفاده بشه. خب؟ چش. قول مردونه؟ قول مردونه. احسن بد. همین. کمکت کنم یا خود میاد؟ نه خودم. جعفر ببرش. جانم آجا خوشش. آقای آسترکی. بله آجی. بیار متهم داخل. بله. چرا گدایی میکنی؟ جان میگم چرا گدایی میکنی؟ بعد کاش همون گدایی میکردی. گدایی نمیکنم. اون بهتر بود. گدایی نمیکنم. این کاری که تو به این بچه ها داری میکنی سوء استفاده است. اینا رو تحت فشار میذاری، ازشون استفاده مالی میکنی، کسب درآمد میکنی ازشون، ولی از این راه اموال به دست میاری. این کارا رو هم نکن. برو بازیگری. حالا بازیگری اگه میخوای یاد بگیری برو بازیگری پنهان یاد بگیری. این سبکی که تو داری بازی میکنی هم نظرت برای من روه. به خدا من فقط خواستم بهشون کمک بکنم. بچه ها باید آینده میداشتن. وقتی دیدم این همه دکتر و مهندس تو مملکت بیکار داریم گفتم به فکر خودم و یه عده آدم دیگه باشم آیندهشون نیست. فالش داری بازی میکنی. میدونی ما قضات واحد زبان بدن میگذرونیم. آقای قاضی من معذرت میخوام. برو بازیگری پنهان یاد بگیر. ببخشید آقای قاضی. دارم راهنمایی میکنم. وقت داری. 2 سال من بهت وقت میدم. توی زندان همه تلاش تو بکن. چون ببین این کاری که شما داری میکنی آقا جان مصداق بارز کودک آزاریه. جرم محسوب میشه. من قصد کمک داشتم به این بچه ها. من جرم محسوب میشه. مجازاتشم 3 ماه تا 2 سال زندانه. من همون 2 سال برات میگیسم. آقای قاضی من تمام اموالت هم مصادره میکنم هر چی که آقای قاضی تو رو خدا اصلا 2 سال حبس رو بکنی 30 سال حبس، ولی دست به اموال نزنید. حق اون بچه هاست. تو گرما و سرما رفتم پول در آوردم. من بچه ها رو کسا میفرستم بهزیستی. بچه ها مشکلی ندارن. خانواده من هست. زندگی من هست. تو خدا اینا رو از من نگید. اون پول حق این بچه هاست. دست به اون پولا نزنید. من اصلا ابد و یک روز به من بدید. ولی دست به اون پولا نزنید آقای قاضی. خواهش میکنم. تمنا میکنم. ببرش آقای قاضی. تو رو خدا حرف منو بشنوید آقای قاضی. تمنا میکنم آقای قاضی. اصلا 2 سال حبس رو بکنید. 30 سال حبس، ولی نکنید این کارو با من. اون پولا حق این بچه هاست. تو سرما و گرما هنوزم نور تو صورت من میبینی؟ آقای قاضی شما نورانی هستی. به همین خاطر از من و این بچه ها بگذر. ما گناه داریم. این همه تلاش کردن زحمت. آقای قاضی شما هر کاری خواستید ولی دست به اون اموال نزن. آقا نکن دارم با آقای قاضی حرف میزنم. شما بکن 30 سال حبس، بکن 50 سال حبس، ولی دست به اون پول نزن. حق این بچه هاست. کجا بیارن؟ من برای اونا تلاش کردم. نکن زحمت کشیدم. آقای قاضی چه کار داری میکنی با من؟ این مملکت که منو سر کار نمیبره تو چه کار میکنی؟ روزمونو ساخت جفهم.